خدایا تو خودت کمک کن. یا مشکل گوش خودت بدادش. یه چیزی نیست عزیز خانم، طاقت داشته باش. ای خدای بزرگ، بچه‌مو به دست خودت سپردم. آروم باش خواهر، جای این کار واسه صلوات بفرست. یا باب الحوائج، فرمونم اومد. پسرم فرمون. چکم چی شد خانده ای؟ چارده شروع شده. یازامن آهو بشم خانده ای، یه ازمونی بگو. بودو هی در خانم اومد. چی شد خانم بالا؟ چارده شروع شده. الله اکبر، الله اکبر. خدایا خودت کمکش. آروم باش ننه، حتما پسره. تو امید حق ننه. سنار بده آش، به همین خیال باش تا چشم حسود کور بشه. کوتابی یا ننه، افاده ها طبق طبق، سگا به دورش وق و وق، خانم دلش پسر میخواد. ول کن خانم بالا، سر زاو شبون نداره، بس دیگه. به بدبخت بیچاره، میتونم کجات میسوزه، جون به جونتون کنن، همتون دختر زایین. دیدی که سغرتم دختر زایین. سالمات بفرستنه، به کار خدا چی کار داری؟ اگه من دختر زام، اقلا اجاقم کور نیست. چشم کورت که دید، پشترم تلب تلب انداختم بیرون. اما تو چی؟ پیر شدی و کور شدی، همین یه دونه پسر رو داری، حتما به یال و کوفالش مینازی. ده بله، واسه خاطر همینم وقتی فرمون میکاره پسر میکاره. خیال کرده اینه دوماد مافنگی توه؟ بر شیطون لعنت، فر بخواد شما یه چیزی بگو. نه نمه چی کارش کنن، شما چرا مادر زنه بگی؟ اگه پسر کشتن به یال و کوفاله، پس شطرم باید پسر بکاره. لا 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 لا، چرا دهنشه بگی هیدن؟ مادر زنم چیکارش کنم، شما چرا نمیدی؟ اگه دهن صاب مردت چپ کنی و دندون رو جیگر بذاری، معلوم میشه کی پسر میکاره و کی دختر. بزک نمیر، بهار میاد، کنبوزه با خیار میاد، ببینیم و تکنیم. اشهد ان محمد رسول. مانه باد چه ماد بازه، مانه شما پسر بهتره. نمه پسره پتر، فرمان شما، مان شما، مان شما. پتر پتر قند اتن، دختر دختر کپ قاکتن. پتر پتر قند اتن. چشمه من، چشمه من تو پیشان لا
شایی بلوی مادر جنو بابا شاورده بیگیرش کانده یه حدیدی خوردمه و تبارک الله لحسان خالدی ماشالله اینه خودم تو پاره آره والا این فریدون یل میمونه گل گفتی مرد نفستو شهید نمی کنم اسمشو میذارم فریدون هم دهم پر کنه هم به شغل آیندهش میاد با اسمش چه دخلی داره به شغلش ده خیلی وقتی اسمش شد فریدون شغلش هم همونی میشه که من میخوام مگه میخوایی چکاره بشه؟ دکتر خاندایی، دکتر مگه زده به کلت مرد کار خودت چشه که میخوای این دکتر بشه؟ توفیری نداره، منم شیکم پاره میکنم، اونام شیکم منتها مال ما عبد و اعدام پاش خوابیده ولی اونا واسه هر شیکم پاره کردن 3-4 هزار تومن پول میگیرن مکتای عوضی کسر ماشالله اینه هم اسمشو بزن قیصر که چی بشه؟ که وقتی اسمشو میشنفن رحشه به تر همه بیفته دست خوشخاندایی ما رو باش که فکر میکردیم تو هم دوست داری پسر من آدم بشه واسه خودش کسی بشه نفهمیدم من که قیصر چشه من که اون نمیتونه آدم حسابی باشه فرمود بیا اینجا چیه جلو مردم شلوغ کردی؟ خانده ای راست میگه مگه همون قیصر نبود که واسه خاطر فرمون داشای آب منگلو کشت اون قیصر به درد بازارچه نواب میخورد من دوست دارم بچم دکتر بشه شماها چی خیال کردین جمونتون هنوزم دوره این حرف هاست نه خانده ای اون معمل لولو برد گذشت اون زمونی که مردی و مردونگی خریدار داشت گذشت وقتی که لوتی محل جوجه فکولی رو زیر گذر فلک میکرد و حافظ ناموس مردم بود نه جونم دیگه مملکت حساب کتاب داره اگه بخوای جون بخوری و دست از پا خطا کنی یه لباس آبی بالا سرت وایستاده عوضی حرف بزنی میری جایی که آبخونک بخوری آره خانده ای من نمیخوام بچه‌ام مثل خودم بار بیاد امروزه دیگه جاهلی خریدار نداره به نظرم یادت رفته که چرا من زنت شدم نه هیچی یادم نرفته واسه این که هیبت داشتم سلامت داشتم مردی و مردونگی سرم میشد مردم هم خریدارش بودم ولی حالا چی؟ اگه همه مردونگی های عالم رو برزی تو کپه ترازوی عطاری یه مزخار رو غنباتوم بی ارزش بهت نمیدن که رو دلت واز بشه نه اقدس جون دیگه همه چی تموم شد دیگه گذشت اون زمونه هاست همین حالا هم جلوی همه تون غلاف میکنم غلاف میکنم و میرم پابوس حضرت توبه میکنم میخوام در مربوط اگه بخوای غلاف کنی باز از اون نشه من رد بشه جمونم یادت رفته که تموم زورخونه ها رو من حساب میکردم تو جوونی نادونی نکن مردم تا وقتی دوست دارن که این کلاه و این لباس تو تنت باشه بعد من همه مردم امیدشون به تو هم بذار اون بچه از جنس خودمون بار بیاد برو کنار خاندایی من میخوام بچم دکتر بشه نه سلاخ تو رو خدا این کارو نکن دیگه هیچ کس تحویلت نمیگیره سور و ساتت کساد میشه دیگه نه گونی برنج در کار نه پیتر برم کن سم بسه کارم رو بکنم
اونه که میتونه از پس این افریت بر بیاد. ول کن حاج آقا، اوقات خودتو بی خودی تلخ نکن. شیرین خانوم کجا؟ اسمال کجا؟ آخه آدم که به خاطر یه عصبانیت خودشو بی خودی تو آتیش نمیندازه که. خفه شو، همه این کلک‌ها زیر سر توه. تو اگه تو زیر گر رفته اون دفعه گذاشته بودی ها، کار تموم شد. تو پدر سوخته فقط بلدی براش از این کوفت زهر ماریا بخری که اینجا رو مطلب خونه بکنه. آخه یکی نیست به من پدر سوخته بگه اینجا خونه است یا رقاص خونه. من میگم اینجا خونه است یا رقاص خونه. بسه، اینقدر دهن به دهن حاجی نزار، ما رو بگو شر رو کم کنه. چش خانوم بیا بریم تو، اینقدر پرس جوش نخور. باهاش با زبون خوش حرف بزنی بهتره. به زور که نمیشه دادش به اسمال. از کجا معلوم اون مردی که به این زودی از زندون آزاد بشه؟ بیا روشنش کن. میاد بالا ها. گفتم روشنش کن. میاد بالا، چش سفیدی نکن دختر. به چه مربوط نیست؟ ده اگه پای اسمالم وسط باشه بازم به من مربوط نیست. اسمال؟ بله خانوم، پاشو تو یه کفش کرده که بدتت به اسمال. مگه نشه منو به اون بدن؟ دیدی خاموش کرد؟ پس قبول کن که دخترت آدمه. دیدی که آدم نیستن؟ اینقدر خیره سری نکن، با لجبازی که کار درست نمیشه دختر. واسه چی قدغن کرده من نرم بیرون؟ واسه چی؟ واسه این که همه محل رو سر به هوا کردی، اقصاب گرفته تا بقال همه رو انداختی به جون هم. واسه همینم هست که بابات میخواد بدتت به اسمال تا بلکه از شارت راحت شی. تقصیر من چی که همه منو میخواد؟ آش! تقصیر تو اینه که اینجوری اینجوری را میری. ریش آخ ده بیا بیا که منو همینجوری. خب از اینجا بری، فایده نداره. تو هر محل دیگه ایم بریم ها، باز اگه بخوای اینجوری را بری و بگردی همین آش و همین کاسه. خب میگه چه خاکی به سرم بریزم؟ من بهت میگم اگه میخوای یه شوهر ترگل ورگل واسط گیر بیارم، باید یه کاری کنی که حاجی آخر شیطون بیاد پایین. باشه هر کاری بگی میکنم. پس باید یه چند روزی از قیر و فرت کم کنی و بشینی کتاب دعا بخونی، نماز بخونی، روزه بگیری. البته الکی میخوام بابا تو بهت خوشبین کنم. فکر میکنی اگه این کارو بکنم شر اسمال از سرم کم بشه؟ بله خانوم حتما کم میشه. فعلا من باید برم زیر گذر خرید کنم. وای وای خدا به دادم برسه. نمیدونم با کاسبای محل چی کار کنم، همشون سراغ تو رو از من میگیرن. ببین سکینه، شوهر یادت نره. نه جونم واسه تو میخرم. مالکم مت بری؟ سکینه خانم توی؟ پلو فسول جون اومدی؟ سکینه جونمه سلام، بلای درد تو فلات بخوره تو سری پرو فسول. جونم مرجده چه هیکلی به هم زده است. ببینم از کدوم قصد تو بگوش میخری؟ لاکردار مثل خالی کرمونی میمونه. بلای خوربونی هیکلت بشم. خودمونیم ها قالپاقات هم یکی دو نمره ورقلوم بیده شده است. نکونه زیاد ماساژش میدن ها؟ ایش بازم آره؟ شروع کردی پول پسته نشده بود چه شروع باش نشته. میگه یادت رفته است اون بالا نگاه کن ببین انستیتیو جاهلی. انستیتیو؟ آره سابقه بر این بهش میگفتن مکتب خونه زور خونه. حالا آلامت شده ایم و اسمشو گذاشتیم انستیتیو. داره ببینم پول پسته بزنم تعلیم میدی؟ باشه تا استعدادشو بسنجم ببینم چطور است. نه خودمو میگم. برا آره تو رو که شام میذارم ببینم استعداده دا. نه خوبش ماشالله هزار ماشالله رو برا رو برا. یا آره جون خودم ببینم سکینه جون بل. میشد به یادی قدیما یه روز بریم کناری رودخونه و بشینیم یه عشقی بکنیم؟ بله در ذهن میخوام تازه بیا ببینم استعداده چی تو شده که چی بشه آقا؟ هیچی چشایت خدا زد پسی گردنم و خر شدم و تو رو گرفتمه. ببینم مگه هنوز زن نگرفت؟ نه بابا میگه میشد با این درومدا با این مخارجا زن گرفت. گوجه فرنگی شده است کیلو 40 ریال، اونم تازه اگه گیر بیاد. از امروز صبح تا فردا صبح منتظری تاکسی میشی؟ تاکسی که پیدا شد پول نداری سوار بشی، تازه باید راه رو گز کنی یا پیاده بری. خیلی خوب اینقدر پر حرفی نکن، یه روز تعطیلمو با هم میریم آسیا. قربونه اون حواست که هنوز آسیا بیاده. خب چرا وایسده؟ یه بریم تو. میخوام همین حالا استعداد دا محک بزنم. نه والا نمیتونم جونه تو، کار دارم باید برم واسه شیرین شوهر پیدا کنم. شوهر بجوری؟ بله
تو از چه تا حالا دلالی محبت شده؟ از اون گذشته شیرینی که کیست؟ بابا دختر حیدرخان دیگه. آن میگه بزرگ جا. بله نمیدونی چه هیکلی به هم زده، مثل صرف شده. خب چه جور شویری میخوای براش بجوری؟ قد بلند، قد بلند، ترکی خوشکی. اینه هو امیر ارسلان سکیده. بله بدن آوردیده. تو چه داری آدرسی منو میده؟ این نشونی ها فقط تو هیکلی منست. زود باش چرا معطلی، دستی منو بذار تو دسته. خاک بر سرت کنن که هنوزم چشم و دلت میدوه. اصلا حیفت نمیاد منو ول کنی اونو بگیری؟ شوخی کردم ضعیفه. من یک موی گندیده ای اونو با صد تای تو عوض نمی کنم. چی؟ چیزی گفتم؟ منظورم اینست که یه موی تو رو با صد تا گندیده ای عوض نمی کنم. خلاصه لای قربونی قد و بالا دشم. حیف که ازت خوشم میاد. منم فدات بشم. پس ببین بیا اینا رو بگیر ببر تو تا من برگردم. شاید بتونم کار این دختره رو یه سر و سامونی بدم. زود برمیگردم. بی خود اینقدر گیل و خار را انداخته یا من حاضرم این فداکاری را بکنم. ای ببین چطوری استعدادش تکون میده دا میره دا. دلم از خیلی روزا با کسی نیست. مامی کاریو مامی. مگه نمیشرفی مامی؟ دارم صدات میزنم. غلط میکنی. میخوام 70 سال سیاه صدام نکنی. پسر این تنه لکن دفعه بگم به من نگو مامی. خیلی خوب حالا مگه چی شده؟ میگه چی شده؟ پدر سخته ای فقط یرجون من چی میخوای؟ چرا دست از سرم بر نمیداری؟ حالا مگه چی شده؟ من که چیز بدی نگفتم. دیگه چی میخواستی بگی؟ آخه این چه اسمیه که رو من گذاشتی؟ بچه های مردم رو ننشون اسم گذاشتن، تو زکتون هم واسه من اسم گذاشتی. مگه مامی چشه مامی؟ نگو پدر سخته نگو. خیلی خوب داد نزن همسایه ها جمع میشن. شما بگو ببینم چی صدات بزنم مامی. به من بگو ننه. مگه بچهای گلین خانم آدم نیستن؟ هر کدومشون منزه یه لنگه دارن. اما هنوزم که هنوزه به مادرشون میگن ننه. همش تقصیر اون خدا بیامرزه که تو توفر رو دستم گذاشت. اگه از همون روز اول به حرف خاندهش گوش کرده بود و اسم تو گذاشته بود قیصر، حالا واسه خودت کسی بودی؟ نه منو مامی صدا میزدی، نه این جوجه فکولیا بهت میگفتن فیفی. چرا پرتقالا میگی؟ کی به من میگه فیفی؟ مگه به پسر اون غلام حسین زغال فروش نمیگن ممل؟ اون که اسمش محمده. خب لابد خودش دلش میخواد. دفعه خودش میکنه. اگه یه روزی به تو بگم فیفی من چه خاکی به سرم بریدم. خیلی خوب خیلی خوب بابا خیلی خوب. اینقدر ننه من قریبم در نیار. از این به بعد هرچی دلت بخواد صدا بزنم. به من بگو ننه. خیلی خوب ننه. چرا یواش میگی ننه؟ یالا بلند بگو ننه. میخوای داد بزنم؟ آره داد بزن، داد بزن، داد بزن، داد ننه. ننه 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 خدا بیامر زدی. تو کجا با این فی کجا؟ هی گفتی میخوام بچم دکتر بشه. تصدیقه یک دکتری بگیره. بفرما عوض دکتر واسه این فی شده. ولش کن بذار کارشو بکنم. بازم میگه ولش کن. آخه تا کی؟ پسره داره از دست میره. گفتم ولش کن بذار کارشو بکنم. که بابات میگه ولش کن. بابای من کی حرف زد؟ به گوشای کره تو مگه میشنفن بدبخت فکلی؟ به پسرم بد و بیرا نگو زن. میگم پدرشم در میاد. لا اله الا الله. مگه مخت عیب کرده زن؟ آخه تو که نمیدونی مرد. گوش کن ننه، من تا 3-4 سال دیگه دکتر میشم. از نظر خرجیم که تا حالا لنگت نذاشتم، هم درسمو خوندم هم کار کردم. آخه مطربیم شد کار؟ اگه اون خدا بیامر زنده بود سرتو میذاشت در باغچه و گوش تا گوش میبرید. آبیچه عافیت باشه. دیگه دارم کلافه میشم. بیننه گذشت اون دور زمونه ای که بابام قد داره میکشید و تموم محل قروق میکرد. حالا اگه من کار نکنم نمیتونم درسمو بخونم. تو هم اینقدر سرکوفته بابامو بهم نزن. بیا این کارتو بگیر اگه معلوم اومد بهش بده. تو چی نوشتی؟ آدرس جایی که برنامه داریم سایران ننه. حالا میتونم برم؟ همچنانی که بر نگردی. الهی همینجور که آبروی منو بردی و مطرب شدی، خدا رو قسمش میدم به تیر قیب گرفتارت. کارت یادت نره مامی. مامی اگه دستم به این کرسه چی که میکرد؟ چه خبری؟ سلام فریدون خان. ننت خونه است؟ ما سر صداش نمیشنوی. بازم چی کارش کردی فریدون خان؟ ما شهردیتش میکنی. بابا اون عادتشه. ما رفتیم خدا خودشه.
اگه جور بشه خیلی خوب میشه. خدایا این ننگو از من بگیر، بگیرش تا راحت بشم. من پسری که به ننش بگه مامی نمیخوام. بابا چی شده اقدس خانوم؟ بازم که آه و نالت به هوا زشته بابا. دست رو دلم نذار که دلم خونه. آخه چته؟ چرا بی خودی اینقدر خودتو ناراحت میکنی؟ تو که الحمدلله چیزی تو زندگیت کم و کس نداری اقدس خانم. چطور ندارم؟ زمون اون مرحوم بار بار میوه و گونی گونی برنج می آوردن در این خونه، حالا زمون این پسره بادمجون شده دونه 7000. قم پیدا نمیشه. اگه بخوام برم زیارت باز یه ساعت تو صف اتوبوس وایسم. اصلا بگو ببینم پولی که از مطربی و آواز خوندن در بیاد میشه بهش گفت پول برکت داره؟ والا چی بگم؟ خب پول پول دیگه اقدس خانم، فرق نداره. این چه حرفیه؟ پولی که از رشه تن این و اون به دست میاد با پول مطربی یکیه. جسه چیگر زده گیساشو این زنهای گیس بریده درست کرده. شاید حق با شما باشه، قدیمی ها راست میگفتم والا یه دختر کور بهتر از 100 تا پسره. آره هزار ماشاءالله به دختر حیدر خان، نمیدونی چی از کار در اومده، عین یک گل طیب و طاهره. فکر و ذکرش نماز و روزه است، روزی یک کتاب دعا تموم میکنه. ادگیروز تا حالا که کتابش تموم شده عین یه مار زخمی به خودش میپیچه. اینقدر میچوره ایزولابه کرده تا امروز اومدم یک کتاب دیگه واسش بخرم. باریکلا از تخم ترکه حیدر خان یه همچی دختری بعیده. راستی اقدس خانم چرا واسه پسرت زن نمیگیری؟ شاید وقتی زن گرفت افتاد تو خط راحت شدی. چرا؟ مگه جوونای این دور زمونه زن بگیرن؟ دخترای امروزی اینقدر غیر و اطفار دارن که کسی رغبت نمیکنه زن بگیره. نه اردست خانم، اینجورام که شما میگین نیست. زن خوب این انار سربسته است که دهن هر مردی را میندازی. وقتی پرپاشو تو چادر قایم کنه ها، پسر هر که قدم چشم دلش سیر باشه بازم قلقلکش میاداره. خب از کجای همچی دختری پیدا کنم؟ تا منو داری قصه نخور، خودم سراغ دارم. اون کی هست؟ شیری؟ دختر حیدرخا؟ نفهمیدم دختر ارباب. آره اردست خانم، این حلوی پوسکنده میمونه. یه چیزی میگم یه چیزی میشنفی. ابرو نگو کمون بگو. چش این نرگس، سینهاش صفت مثل انار، دهنشو که دیگه نگو بوی گلاب میده. تن و بدن این برگ گل میمونه. یه خاله درشتم درست وسط کمرشه، میگن علامت بخته، حتما روزیش زیاده. آره خلاصه یه چیزی میگم یه چیزی میشنفی، حتما باس ببینیش. پس بزرگ شده. آره اون وقتا که با فریدون بازی میکرد همیشه دماغ اگهش اینجاش بود. خب باشه کی بهتر از اون؟ فقط اشکال کار اینه که حیدرخان دخترشو میخواد به یکی بده که عین خودش اسم و رسم دار باشه. پس حرفشم نزن، خودت که فریدونو بهتر از من میشناسی. آره پیدا کردم. میشه آوردش؟ چه جوری؟ اونش دیگه با من. پاشو بریم پیش پولوفوسول تا همه چیزو برات بگم. اسمش حسین پاشنه است، اما اول بگم چی هست؟ سوتک بلبلی میزنه؟ باشین وزیر پدر، باید هم باشین. خیلی خوب باش، باید باشی. خب همه دون دستادون آذری؟ بله و بلا، بله و نجمه، همیشه شما یه حرف زده این، ولی موقع دست تو آب دادن اینی خرید که تو گل بمونه دا شما هم میمونی. زمنان میخواستم یه مژده‌ای بهتون بدم، از این به بعد شاگردای اولی هر کلاس این افتخار رو دارن که نوچه خودی من باشه. خیلی ممنون. ای والا چاکرم. خیلی خوب بسه، گوش کنین ببینین چی میگم. زمنان هر کسی هم بی خودی دست بلند کنه دو بعدش رفوزه بشه فوراً مرخصش میکنم بره لا دستی باباش. پس تا آمادگی نداشتین خودتونو کاندیدای جواب دادن نکنین دا. خب حالا کی از همه بهتر میتونه درسشو پس بده؟ حاجیت. این کی بود گفت حاجیت؟ چرا من نمیبینمش؟ حاجیت اینجا زیر پات. پا اینجا چیکار میکنی بچه؟ چی شو؟ حاجیت رو به پا کی اسم نویسی کرده که من نفهمیدم؟ اولندش من بچه نیستم، از همه اینا گنده ترم. دومندش شما فقط از من درس پس میگیری، چی کار داری؟ حرفی حسابی جواب نداره، برو وسط ببینم چی کار میکنی. یالا دشمنت استاد به خاک، تن فتخواهات خلاک، یارو از را امید سدیج و پکر، هی میگرده پی شر،
گرد و خاک میکنه وسط، کرکره میخونه وسط، نمیخوای کنف بشه پیش جاهلا خجالت بکشه، به در میگی دیوار خبردار بشه، یه جور میگی که گردنش بار بشه، نگاش که افتاد تو چشات گره بزن به ابروات، یکی بالا یکی پایی ناطقشو فوری بچه، همچین نگاش کن که یهو وا بره زرز شیر داشته باشه جا بره. باری کلا خیلی خوب بود، با این قدلیه به جوید نسخ گرفتن خوب یاد گرفته. از امروز بردست خودمی، حالا را بیوب بریم سری کلاس دیگه، میخوام مبصرت بکنم، بیوب جلو. زمشگونت زدی تیری به قلبم، پنچرم کردی عجب، ایلا مروت بی کس و در به درم کردی، تو سر بالایی عشقت به روغن سوزی افتادم، به پایت پیر گشتم، عاقبت کور و کرم کردی لامروبت. واقعا که قربونی میزا والدت بری، مرحوم میرزا والدت مرحوم شده؟ خدا رحمتش کنید، نکنه دستی صدای تو دق کرس وقتی که، آخه این چه جور خوندنیه است؟ تو داری غزل میخونی یا عربده میکشی؟ در هر حال بازم باید تمرین کنی، بره اینجوری بره. فایده ای نداره، حالیده؟ بره فهمیدم. ازاس یه سوال بکنم، بنار بینه اگه با تیق شارک و دم کارت بگیریم عبد یا اعدام؟ جون به جونت کنن تیق کشی، پدری پدست سوخته دم تیق کش بودست، اصلا تو به درد این کارت میخوری دیگه، نبینم این طرف آفتابی بشی ها، یالا هر ری برو بینم. اولش که خودم نوکرتم چاکر، دومندش که به خدمت به علی حال، مردم مردون قدر راست بگیر، کار ما نیست که سر را بکشونیم بزیر، پاشنه یک کفش خوابیده سیبیلا تابیده، کلا رو رو برا کن نقابش رو نگاه کن، را رفتنت باید پریبت باشه، به جون مردا که قیومت باشه، قدمو تون نکن خیلی هم کون نکن، دستا رو نیمه واکن، گاهی به چپ گاهی به راست نگاه کن. حالش زیادیست ولی رو هم رفته تعریفی نداشت. خب ما رو زیریخ تا پاش از یاد میکنیم، قبولی؟ آره پارتی باشه. الهی فداد بشم اوتا، اجازه بده من قربونت برم. باشه منم روزی عیدی قربون خبرت بکنم. باشه آره بریم. بله همینجاست، برو تو دل تو، برو من پشت سرت میام، نکن دیگه، برو تو. دیروز سفری سفری گدای خودمون سر زهری اومدش در خونمون، وای وای خاک تو گور چی کار کرد، اونقدر دم خونه هوار هوار کرد تا همه همسایه ها رو بیدار کرد، وای خدا جون چقدر دارم خشه میشم، هی میگفت بیا بریم دوا خوری یک کمی هوا خوری، خلاصه رفتیم و رفتیم تو یه کافه ای نشستیم، چه همکلاسه نازی، هفتش تا پنج سیری یک با قطار کرد، من یه جدول باقیشو اون زهره مار کرد، وای 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 خاک تو گور چی کار کرد، درد سرت نمیدم باقی داره نمیگم، وای استادون چه نازی، بگو بینم اسمت چی چیه؟ مهتی. هر کسی اسم رو گذاشته از خوب گذاشته، اونجا رو استاد به نظرم اومدن اسم ویسی. من شما به خوشگلم تعلیم بده خفه، یا بریم اینم چی کار دارن، حتما باز بستن، حتما قبول میکنه، خیالت راحت باشه اومد. سکینه جون توی؟ بله. تو رفته شوهر به جوری عروس آورده؟ یا که اتفاقا بد چیزی هم نیست، شیطونه میگه استعدادشو محک بزنم ببینم چی طور است.
اگه بخوای به حرف شیطون گوش کنی کلا پت ملکت دوست جونه خواه از تو آدم تر اینجا کسی نبود؟ حسین آقا خانومو میشنسی؟ چشمم کور بشه دیگه ایشونو دیده باشم، ولی بد چیزی هم نیست. خودمونیه؟ سرم کنم فرمون خانو یادته؟ آه بله، چی هست که فرمون خان یادش نباشه؟ خب اقدس خانوم زن مرحوم فرمون خانه. ای داده بیداد، دیدی چه غلطی کردم؟ خدا رو شکر که طرف زنده نیست. آره خدا بیامرزدش، خدا رحمتش کنه. بعد از این که پسردار شد و قلاف کرد، دشمناش شب و روز مواظبش بودند و کمین کرده بودند، تا اینکه یه شب تو پاشنه در زورخونه حسن ساچمه از پشت به نامردی زدندش. نامردا راستی از پسرش چه خبر؟ حالا لابد برا خودش یلی شده سا. خیلی دلم میخواد ببینمش. دست به دلم نذاریم که دلم خونه. دشمنت دلش خون باشد زن؟ غمت چه چیست؟ چه غمی از این باراتر که بچه ی آدم هیفی بشه؟ هیفی؟ هیفی دیگه چه جور مرضیه؟ مرض چیه؟ گوشاتو خوب وا کن. دید نزه ناچه. بله برمونی قد و بالات برم. خودشون میفرمان هیفی گرفته، گیسشو بلند کرده، ریش بزی گذاشته، خلاصه خودشو درست کرده. جلال آواجی خانوم، اگه پستون مستونم در آورده سا، بهتره زودتر ببرندش پیش حکیم و خلاصش کنی. دکتر شمایی؟ دکترش منم؟ دستی شما درد نکنه. تو باید کمکش کنی تا درست بشه. چی داری میگوی زن؟ کی تا حالا دست کس که نیوره کس نامره کس من درستش کرده باشم؟ نه بابا، اونجوریام که خیال میکنی نیست بدبخت. پس جناب عالی امتحانش کرده. چقدر پول بخوایم بهتون میدم؟ چه کار کنم زن؟ آخه اینجا که نمیشه همه چیزو گفت. بریم یه جایی بشینیم تا واسط بگم. بعد نگفتی. ببینم اسم شما دو تا چی بود؟ من باش دل. اسم حاجی تقشی دلانت هست. بیا با بیار بیا. این هم شد اسم آدمی زاد. ببین سکینه جون، ما گی چی ها میفتیم ها؟ ما همینو بریم. یعنی خانوما رو برین تو آفیس؟ آفیس؟ منظورم دفتری من بوده. آها آفیس. آفیس. علیکم. باشه سلام. بخون اینم جاهل باید روک و راست باشه. به جاهل به روغن سوزی افتاده است. طول سگی بی استعداد هنوزم ریپ بیزنی؟ میگه فردا نمیخوای امتحان بده؟ منم بیف انداختی. آخه زبونو میگیره مرد شوره ده ببرند با اون زبونت. حالا اگه تو جاهلی میشدی نمیشو؟ نه و هناغ پس تتتتتم این کنم بزن. بسته بسته. مرگ بر جاهل بیمرفت. زن گرفتن که گشه تو شروط نمیخواد. اصلا زن گرفتن چه ربطی داره به جاهلی؟ بله بله جاهل باشه. عجب مردی که خریه سا، جوونیاش هم از این خلبازی ها داشت. بله راست یه چیزی به فکرم رسیده است. گرد قبول نمی کنیم، اصلا جا نداریم. ولی به خاطر گلی روی سکین خانوم، من این یکی ردش نمی کنم، به شرطی که مواجب اوستاشو دو برابر به پردازیم دار. دفت بمندش بستگی دارد به استعداد خودش. اگه اصالت داشته باشه که دارد بقیقا 15 روز بیشتر طول نمی کشد. بیش و قیچی دست خودتی، هر جور هست باید برسونیش، فعلا دختره رو شوهرش میده. آره خب پس یه کاریش میکنم. آی پسره، اون دفتری ثبتی نام و ورداره بیار اینجا، اسم پسر این باجیه توش بنویس. دوشه چند اون سر درست شد. بجان شد تر. یالا معتل نشو پسره، یالا فک و فامیلا با پا. اسم فریدون. اسم پدر فرمون. همه شو فه دارن. آره فریدون پسر فرمون. چه اصلا با حالی کارتو بکن بچه، چی کار داری به این کارا؟ مبسر دعوا نمی کند. یالا سود سابقه چاقو کشی چی داره؟ هیچی بابا هیچی. تیغ کشی کار با گزن چند دفعه؟ والا به نظرم هیچی. حبسی چند سال غیر قانونی کشیده یا فراریه؟ نه بابا اهل این کارا نیست ابدا. دست بگیری میخواد جاهل بشه بابا. بسیار خوبه.
خب گوشاده واکن ببینم و اینا میگن شاگر قبضی غیر قانونی 8 سال باری کلا به این بچه الحق که شیر مادرش حالا کجا شدیده؟ اینجا چیزی نیست از این بیترش هم دارم ابدی تبعیدی اعدامی نه یه نفر نه دو نفر نه سه نفر 30-40 نفر فرمایشتون درست ولی اونم دست کم نگیرین هرچی باشه پسر فرمونه خون اون تو رگاشه راست میگه اصل و نسب داره به مرگ بزده خیلی خوب پس بگو از فردا صبح بیا چرا از فردا؟ همین حالا شروع کن من میدونم کجاست باهات میام نشونت میدم میکشی میخواستی چی تو بشه دنگ تو خجالت نمیکشی با این هیکلت
اینقدر مثل قلاق جار جیغ میکشی و مثل مار مولک خودت تکون میده؟ به شما چه مربوطه آقا؟ دلم میخواد بخونم. تو غلط میکنی پسر قرد. میگه شهر هرتست، میگه مردم گوشی زیادی دارن چه تو هی جیغ بکشی یا پرده گوششون پاره بشه. دوست نداری میتونی بری بیرون. اصلا کی تو رو راه داده بیای اینجا؟ زود گم شو والا میندازمت بیرون. منم میندازم بیرون. الان حالیت میکنم. بکشیندش. بذارن هم زمین مامی. نگو مامی الهی جسو چیگر بزنی به من بگو ننه ننه ننهش میگد مامی ترش نرو برو بچه ننه ایدا چون اشخاصی هستی؟ چون بنده چی میخواد؟ ننت میخواد برات زن بسونه. با این شکل و شمایلی که تو داری هیچ دختری بهت نمیده. چرا چیز تو گردنت ننداختی؟ فقط یه پشنتی که برنا چه رفتی به شما داره؟ چف کن دهنت تا نزدم تو پوزه. دیگه بهت نگفتم با استاد باید درست حرف بزنی. آخه استاد کیه؟ استاد همینه که مثل شخشم چند جلد وستده. وایستاده باشه من که نمیخوام درس بخونم. این درس با اونایی که تو فکر میکنی فرق داره. میخوام من تو رو جاهلت بکنم. منو چه به جاهلی؟ من عشقم. به همین حالا حالیت نیست. وقتی ساختمت اومد خودم کس بکنی. معذرت میخوام. آخه واسه چی من باید جاهل بشم؟ میخوان دخترانو واسط بگیرن. آره آخه مامی حالا که موقع زنگ گرفتن مامی اگه خودم بخوام میگیرم دیگه. واسه همینه که دادم دست حسین آقا که هر غلطی دلت خواست نکن. آی بزدل بپر دست خر سلمونی بیاد اینجا. سلمونی واسه چی؟ خدا اصلا این برد داره سکیره که همه این کلکا زیر سلمونی. آبه من چه بلی دوخان دیگه چی؟ شما برین منشو که زدم میرفسمش سری کلاس. خیالتون تختی تخت خوشه. خدا از برادری کمت نکنه حسین آقا. فقط مواظب باش فرار نکنه. سگی کی باشه؟ حالا ما پاشو خورد میکنم. آقا با اجازه. نه تو رو خدا نرو. پاش بهم گفت ننه. یواش یواش داره آدم میشه. بله. که بابات وایسا وایسا من با این جان تنها نذار مامی. برو باجی برو گوش به حرفش نکن. برو. هر به چه که روز عبده غریبا یخت دلتنگی میکنم. سلام عرض میکنم پرفسر. تله که باز بهتر از چه؟ این جوجه فکولیا. اینجا این که ساتوری میخواد عزیز جم بالش نگیل یا نه؟ چه خشه؟ گوش کن آقای جاهل. بذار که چیزی بهت بگم. بعد هر کاری که خاصی با من بگم. بلش کنیم بیاد جلو. بلش کن. پاشو برو. ببین ننم میخواد که من زن بگیرم. باشه من میگیرم. ولی آخه من بیچاره تارو کنار تیغه دستو ها بگیر. بور باشه کچر باشه شما خودتون ندیده زن میگیری؟ حرف نباید پامال باشه. چرا دروغ بگم؟ راستش نه درسته. حرفا چیه میزنی شماها؟ این شمایل حضرت مریمه. ماشاءالله با یه نظر به چشاش نگاه کن. خدا پدرتو بیامرزه. یه دختر به این خوشگلی رو راست میگه اقدس خانم. بذار اول مالو ببینه. مگه بچه ای دختره رو ببینه تو من الان حلش میکنم. بفرمایی حلش کن. ببینم دختره خوشگلیش به خوشگلی تو میرسه. ای همچین هیکلش مثل هیکلی تو هست. همچین قالفاقاش هم بپرس. قالفاقاش به پای قالفاقای تو میرسه. همچین. خب پس مسئله حله. خودم میگیرمش. خب میگیرمش. چی رو میگیری؟ سکینه جونم. مال مالی خودش. بعدم بیخیریشی صاحبش. بالاخره تکلیف ما چی شد؟ ریش آقا رو بتر از الان دیگه پیداش میشه. رو تو خوب بگیر رابیو. تو هم قرار تنهایی بری. داره میاد. برو قشنگ نگاش کن. برو دپورتش. الهی قربونت برم مادر. سلام عرض میکنم. مرسی. چطور شد؟ چه بود؟ حاله سوسکه. چینده بک؟ آقا چه بی ادب. من اومدم شما رو ببینم. پس رو نماشو بده. ننم میخواد من زن بگیرم. میگن شما خیلی خوشگلی. باور نکن. خب پس لابد زشتی. ممکنه. حالا
چرا اینقدر خودتونو پوشوندی؟ دوست دارم جوونک. قرقم دیدم که بلده. کجاشو دیدی؟ دیگه دارین کافتم رو در میاری. وایسین ببینین چی میگم. بنال ببینم. خوب رویان گشاده رو باشن تا که رو بسته ایم اگر زشته. نوجوانان آراسته باشن. تو که پشم گذاشتی عجب کشکی. خیلی خوب. ممکنه یکمی واکنی نمیخوام چشم بسته بیافتم تو چا. اینطوری که نمیشه. لابد آقا میخوان استریپتیز کنن. لازم نکرده. فقط بیشتر باز کن. نمیشه. مجبورم نکن خودم بازش کنم. غلطوی زیادی؟ تا سه میشمرم و الا هیچ غلطی نمیتونی بکنی. بازش کن. جیرگون گلم رفتا کیه؟ مگه تو خارمدن نره؟ اگه داشت که تو کوچه پس کوچه دنبال دخترهای مردان نمیافته. به شماها چه مربوطه؟ من دلم میخواد. دلت غلط میکنه زلزلک. فون بابا که یه همچه بازمچه باقی گذاشته. بازمچه خودتی بی عد... این دفعه رو به احترام بابات کارید ندارم، ولی دفعه دیگه گوشتو میبرم. هری بزن به چک. بره از این بر. میخوام از این بر برم. مگه نشدیده؟ گفت از اون ور. تو خواهید آن منه بزنید. کشش بینا کشش بینا کشش بینا کشش بینا کشش بینا یواش به ما. خاک بر سرت کنن که جربازه هیچ کاری رو نداری. جلوی دختر پاک آبرومون رفت. چرا؟ چرا؟ واسه این که با چشای خودش دید که چجوری حساب تو رسید. چند تاشونو یکی یکی زدم. بابات 16 نفر با هم میزد. تو محل آبرومون رفت. همه فهمیدن که تو رو کتک زدن. اگه کتک خوردن من تو رو بی آبرو کرده ها، من فردا حساب همه شونو میرم. تو رو خدا راست میگی. بله. پس باید شیرین رو خبرش کنم. آره. بهش بگو بیا تا لتو پار شدنشون رو کنم. جو ماده دختر این قمپوز در میکنه. کجا برات دعوا کنه؟ آره فردا معلوم میشه. گل بیخارو خیلی من. خب بچه ها فردا یادتون نرم. خیال تخت باشه. حساب یکی یکیشونو میرسی. بارکلا حواستون رو جمع کنین. نمره الکی به هیچ کس نمیدم. اونهایی قبول میشن که خوب ورزیده شده باشن. بله کجا امتحان میکنیم استاد؟ هوای آزاد زیری گذر. گردش گردش علمی است. حرکت بده یالا. همه به ترتیب سندرا بیافتن. یکی تنفت شما بکشین یالا. دست جمعی بیا دنبال من. جمشین داریم هم نم یالا جمشین جمشین متفرق نشیم جمشین پاشنه و دستمال و نسقا اینجا کار میکنیم. اولی از رفته سه دراز نمینا چشم رحیم ملقب پاره پوره پاره پوره بیاد جلو برو بسفت دست دو پس بده ببینم چی کار میکنیم یالا بسن نسخ رو گرفتی آره عجب گرفتی جوجه فکالی خودمون هم که دارد نه کجاست این قصاب نامرد کاری داشتی جوجه بیا پایین تا حالیت کنم بنال بینم تا
تو آدم بیشعور چه جواب بده؟ فقط بگو بچه ها چطور تونستن کلک اونا رو بچنن؟ جاهل بر دو قسمه است. بله بله. جاهلی با تکنیک، جاهلی بی تکنیک. جاهلای من همه شون با تکنیک هن. آره جونم حالیده؟ بله حالیمه. چی بود؟ جاهل با تکنیک؟ خدا چرا غذا نمیخوری؟ چرا ماتم گرفتی؟ چی بگم؟ ننه دختر بدجوری حواسمو پرت کرده. چه فایده؟ دستت که بهش نمیرسه. تصمیم گرفتم برم باهاش حرف بزنم. از حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. منظورتو نمیفهم. پس گفت مامی. خیلی خوب ببخشید ننه. آخه بابا چه جوری حالت کنم تا جاهل نشی و اسم و رسم پیدا نکنی؟ حیدر خان دخترشو بهت نمیده. آقای صابخونه کجایی؟ بفرمایید تو. بیا تو. سلام. سلام. خوب اینجا نشستین و از همه دنیا بی خبرینا؟ سر گذر محشر کبراست، کاسبا جشن گرفتن. مگه چه خبر شده؟ میگن اسمال گاوکش فردا آزاد میشه. گاوت زایید ننه. گاوم زایید؟ گاو من چه دخلی به اومدن اسمال داره خانوم؟ با آخه شیرین نشون کرده اسماله. حیدر خان منتظر بود اسمال آزاد بشه و قال قضیه رو بکنه. شیرینم اونو دوست داره؟ دوست داشت که از تو خوشش نمی اومد. از صبح تا حالا فکرت بیرون نرفته؟ خب دیگه ننه، باز بریم خواستگاری. آره جونه عمت، بخور تا واسط بیارن. مگه علکیه؟ فریدون خان بعد نمیگه ها. بیاین خواستگاری. تیر مفت و گنجشکم مفت. یادیدی کارا رو برا شد. البته اول بهتره به هوای دیدن کبرا خانم. صورتتون لطفار میزرد هست. خب
تازه چه خبر؟ قابل عرض نیست قربان. با تو نبودم. ببخشین ها، فقط صورتتون رو درست نگه دارین که لطه پار نشه. دستتو بکش. پرسیدم تازه چه خبر؟ خبر مهمی نیست، فقط یه دفعه بچه پر رو گوش مالی دادی. واسه چی؟ واسه سر و گوشش خیلی میجانده. یه دفعه مزاحمش شیرن خانم میخواستین لشش رو بندازین شقش کنه. بابا کف صابون خشکه. جهنم چی رو جهنم، من مسئولیت دارم عزیز جان. بابا فکر تو باز مچه. ای بابا شما خودتون ناراحت نکنین، من خودم دادم حسابش رو رسیدم. راست میگه ولی فردا ساکت شو. فرداش چه؟ بابا یه کاری دست منه به اشاره میده. جهنم باز گفت جهنم. الان بینم فرداش چی شد. هیچی، منظورش اینه که از فرداش شیرین خانم راحت از زیر گذر رفت و اومد کرد. راش هم هم اینه مرا کشتی با این ریزت. من میرم سری به حیدر خان بزنم. بفرما خوش اومدی. بابا مثل ما چی شد؟ بارا کنار بابا، مهمونم منه. تو خودت بیشترش بده کاری گام با. چشم انتظاریم بد چیزیه، خیلی چشم برات بودم. زنده باشی پهلمون، هر جا باشیم دلمون با شما. بفرمایین بفرمایین، اقلا تا اینجا اومدین حاج آقا رو ببینید. سلام پهلوان. سلام سلام خانم، حالتون چطوره؟ خیلی ممنون. بفرمایین ان شاء الله میرفتین مزاحم شدن. اختیار دارین خونه خودتون. عباس خانم شناختین؟ حواس جمع. اقدس خانم زن مرحوم فرمون خان دیگه. به به اقدس خانم، خیلی خوش اومدین. ای خدا بیامرزتش، چه روزگاری داشت. به جون شما اسمال آقا، وقتی اسمشو میبردن مو به تن همه راست میشد. تا اون میوندار بود زورخونه زورخونه بود. خرقه پهلوانی ارزش داشت، خرقه ای که از پوریای ولی بگیره لطبات. بله بفرمی افسوس که زمونه فرق شما بفرمی خونه. جوونا به جای ورزش میرستن، جای صلوات آواز میخونن، دعای خیرشون گول زدن دخترای مردمه. دیگه کسی نیست که اون خرقه رو حفظ کنه. افسوس دیگه کسی نیست. چرا حاج آقا؟ هنوزم کسی هست. کی؟ کی میتونه جای فرمون رو بگیره؟ پسر خودش فریدون خان. عجب، پس واسه خودش مردی شده. بزار ماشالله یری شده، درست این اون مرحومه، فقط موهاش کمی فرفری تره. هیکل هیکل باباش، وقتی کلا میذاره و لباس میپوشه با اون خدا بیامرز مو نمیزنه. خودتو بپوشون. ببخشین پس چطور تو این محل سر و صدایی ازش نیست؟ وصیت باباشو که میگفت گرگ بیرون باش و سگ گله، خیلی اسم و رسم در کرده. آره من که باورم نمیشه، یعنی راست راستی همچه چیزی ممکنه؟ اوهوک این که چیزی نی، با یه مش ده تا گاو میخوابونه. بله خوش کردم بینمش. منم خوشحال میشم اگه اجازه بدیم فردا خدمت میرسم. آخه اقدس خانم شیرین جونو دیدن و خیلی هم ازش خوششون اومده. خیر انشالله، قدمشون بالای چشم. انگار ما رو فراموش کردیم پهلمون. قولی که به من دادین چه میشه؟ داماد من کسی میشه که از همه شایسته تر باشه. مردم معلوم میشه. باشه. لا اله الا الله، استغفر الله، خدا بگم چی کارت کنه سکینه؟ آخه چرا این کارو کردی؟ حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ آخه کجای این پسر پهلوونه؟ این خیر ندیده هنوز به من میگه مامی. خیلی خب بسته دیگه، باز شروع کردی؟ اصلا من نمیفهمم زنگ گرفتن که اینقدر ادا و اصول نمیخواد مامی جان. بابا رسم و رسومات دیگه، هر کی یه جور دختر شوهر میده. ببینم فردا چجوری میخوای این شیفتی رو غالب کنی؟ اونش با من، تو کاری به این کارا نداشته باش. با یه دست لباس عوضش میکنم. فرمایید. حبی تو برم که اینقدر دختر خوبی هستی. نوکرت هم شیرین خانم. اما خودمونی ما، تو هم خیلی شوهر شوهر میکنی. ایشالله وقتی تو هم باز بشه. بازم نشه خودمو به ریشه یکی میبندم. امروزم باش قرار دارم. خواستگارا که اومدن من هم میزنم به چاک. مثل این که اومدن. ببین چی میگم، جلو اقدس خانم رو تو چیپ میگیری، برای جلو پسر چادر رو وا میکنی که پسر این تن و بدن رو ببینه. دستم رو روونم. پاشو برو در باز. همین الان. خیلی مشرف فرمایید. فرمایید تو پیش سلام علیکم پهلوان. سلام. مرتضی کلمامی. نه.
بخندم نه نه یه وری بخند. من دارم باید برم. بفرمین اون بالا خانم. خواهش میکنم پهلوان بفرمین اون بالا. چاکرم چاکرم من میرم به شیری خانم بگم چایی براتون بیاری. چاکرم خیلی زحمت های ما. خب پهلوان خیلی گرد و خاک کردی. همه ازت تعریف میکنم. گرد و خاک نه نه بله گردخواه اونم چه گردخواه که اصلا خونه تکونی کردم بله راستش فکر میکردم باید از فرمونی یه همچی پسری بمونه هر پهلوانی برازنده شه سلام دخترم جای اقدس خانم فریدون خان چایی بگیر چاکرم دست شما درد نکنه دخترم خیلی ممنون چاکرم این چون جفاکاری کجاست چی شده؟ چی شده؟ اسمال آقا از طرف فرمون که میگن اینه آره همینه آی این تمام محله رو قراخ کرده اینطور میگن نه پهلمون باور نکن این فاکره تو خالیه این چیزا رو گفتن که شما رو خام کنن یکی دو روز پیشم ناوچه های من حساب گوشمالش دارن میدونی پهلمون من واسه خاطر اینکه خیال نکنید دروغ میکنم چند تا شاهدم آوردم بیان تو بچه ها سلام پهلمون اینا همون هایین که آقا رو تکوندن درست بچه ها آره خودشه مگه بهت نگفتم این برای پیداد نشه بچه جورم به تو که میرسه زمنان آقا مطربم تشریف دارن تو کافه آواز بخونن و میرخزن توف به تو من از دختر شما خوشم اومده و میخوام باهاش عروسی کنم خفه شو همینم مونده که دخترمو بدم به یه مطرب مگه چه عیبی داره گمشو برو بیرون بی آبرو کار کردن کجاش بی آبروی آقا دهنتو ببند از اینجا بندازینش بیرون نامرد ها چند نفر به یه نفر مگه نمامی؟ ننه خیلی خب بابا ننه یه مرتبه دیگه این طرف ها پیدا داشته پاره پورت میکنم بره مچا بره این دیگه کیه بابا آخ همش تقصیر این سکینه خیر ندیده است من میدونستم تو عرضه این کارو نداری من برمیگردم ننه هم حساب اسمال میرسم هم شیرینو میگیرم کجا داری میری؟ بعدم میفهمی آها بابا نمیشه چند دفعه بهت بگم که اوستا گفته پسرت اصلا این کاره نیست باشم امتحانش کن شاید این دفعه قبول بشه مگه خونه خلاص که هی امتحانش کنیم به این معرفت یک سال و نیمه داره کار میکنه همه یک نفق نمیتونه بگیره علق نخورده بود روشن نشده بود این دفعه هم آقایی بکنین اگه نتونش بیدش کنین الان یه هفتهش داره کم فقط یه را داره باید تقویتی کار کنه باره درسته اگه بخواینا باید براش معلم سرخونه بگیرین تا یه چیزی بگیرین باشه قبوله این دفعه دیگه میخوام حسابی جاهل بشه کل خراب اشیده برو باش فوقلاده کار کن یه خود رو بیار چشم چشم بفرمایی بفرمایی بعدا قدرشو سادر میکنه بیا ببینم اوستا کجاست نمیدونم هر جا باشه الانه دیگه پیداش خیلی خوب برو بگو سلمونی بیاد من ازه نره بیا تو میکنم چطور شده چرا اینقدر هراسونی میگه اتفاقی افتاده اول بگو بره سلمونی رو بیاره هر کاری میگهت بکن بپرمینم چش خب دختره دیدهش بله بله خب تیکه هست آجر ماجاری هست یا نه راجع به اون حرف نزنی یا نه بابا از چه تالا غیرتی شده مواظب باش غیرت خفت نکنه
حالا سلمونیه برات چی میخوای؟ من میخوام جاهل بشم. چه چیکار کنی؟ خب معلومه حساب اسمال گاف کشو برسم. چرا میخندی؟ مگه عیبی داره؟ نه بابا عیبی که ندارد، ولی حالا چرا میخوای با اسمال گاف کش سرشاخ بشی؟ جناب سلمونه تشریف آورده. بگو بزنه، بگو چی رو بزنه؟ سر، ریش، پشم، هر چی که لازمه بزنه. این دیگه چجور جانوریه؟ وقتی میخوان بزنن میگه نزن، حالا خودش التماس میکنه میگه بزن. بیا چرا بزن دیگه. آخه بابا با اسمال گاف کش سرشاخ شدن خریتی محضه. تو فقط بهش بگو بزنه. چرا وایسادین میگن این بینه میگه بزن؟ چشم زود باش بیا بزن، امشب خوشمونست. امشب جاهل اولین شبی جاهل شدنشو باید به ما سور بده. چرا وایسادین؟ طرف ولیه. ولیه. من فریدونم. فریدون هستی. ولی هم هستی. ده زود باش، چرا وایسادین بابا؟ بسیار خوب. حالا که شما میفرمایید میزنم چشمت. بزنشو کم. به همه میرسه. نه درسته. یا بگی مینم شیر ده کمالت تا بزدلی کمالت تا بیا مینم پلنگ ده بگیرش پلنگ ده. نه نشد نشد، اول بزن رو دست، اینم رو دست، یواش بزن بعد گیلاس رو برش کار آنباری کلا داری بود. سلامت نوش، برو بالا فرفری. بابا من چقدر عرق بخورم؟ من اومدم پیش تو که جاهل بشم نه الکلی. دیدی نمیفهمی؟ توجه نمی کنی جونم. آخه تا این دورا رو نبینی که بقیده من نمیتونی جاهل بشی. جاهل باید ادا مهمونی بده، نباید بذارت کسی دست تو جیبش بکنه. وقتی صورت حساب آوردن سر میزا باید بقاپید که دیگرون حساب نکنن. بله. امشب که حسابی میزا دادی یاد میگیری چی کار بکنی. حالا برو بالا آفوگو به سلامتی جونم. به سلامتی. بریز تو هندقی بلا ببینم چی کار بکنی. سلامتی. بیا. یه حرف حسابی گوش کن از من، در مرگ و بعد دادن خیلی خوب تو قرات نباشی، نالوتی و نازن با معرفتاش مرد مردن بندن جوچه موچه هاش بل می کردن به مال و منال دل می بندن. جوچه فکلی رو چه لجوچه بریم ببینم شدار جوچه جز ناکسی و نالوتی بازی. چی دیدی تو از این فیفی بازی؟ چی دیدی تو از این فیفی بازی؟ دارگی داشتم مگه مردونگی به خواب و خوراک مرد باش که همیشه مزه لوتیا خاکه. بشین بابا گوش کن فرفری، جاهلی زشت زیبا داره، رسم و رسومات داره، اصول و اساس داره، الکی که نمیشه چرو کرد.
تو باید از جای پایین تر شروع کنی و پله پله بیای تا بالا بری. من میخوام از پله بالایی شروع کنم. سب کن ببین چه میگم، اگه بری جلو تیکه بزرگت بشه. آره گوشم آقا، من فقط میخوام ببینم چجوری کلکشون میکنم. من سلا نمیدونم، ای بری جلو کلف بشه. آره ببین چی میگم، فقط تو من بگو اول باز چی کارم. بسیار خوب، الان برات میگم. بگی بشیش. این درس هشتم است. گرد بافه دست بیان. خیلی خوب، ولی نفق دیگه چیه؟ که برای همین است که میگم بی خود سر صدا ران انداز. تو هنوز درس رو شروع نکرده و میخوایی نسقا بگیری؟ خیلی خوب، پس تو نسقا بگی، بقیهش با من. نسقا بگیرم؟ بله ببینم آقای محترم، با ما بودین؟ بخیر، بلا نسبتی شما. که؟ ببینم او کیه؟ چرا جوابشو ندادی؟ میگه بیکاری، طرف کارگردان است. میخوای نون آرتیست را آجر کنی؟ آنه ببخشین آقای محترم، ببخشین. خوب شد ما رو شناخ. نکنه منظورت مایی؟ آره؟ کون باباشم، دست دستایی شما. بر لابد با آتیز بودی. طرف درشته نه خطو میمیری ایشون بودم. آره دوریه دست نفهمیدم شما دو تا چرا اینجا قایم شده؟ شما چرا شده؟ میگه افسره درس 13 رو نخونده. چرا خونده؟ همین که کافه خط و علاق جاهلی دب میره زیری نیست که سبه نخوره. آره شما دبایی درس نداده بوده. چرا؟ بزن آی کنی کلا موش بلا هست موش بیدید نفیزه بیدید. آهان بابا اصالت داره. اصالت جاهلی بی تکنیک اینش بده سا ما آفل پنچل میشه. باید از فردا دست آسینه بزنم بالا و تکنیک رو یادش بدم روش کار کنم.
خالیده. نه 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 ساحل دست نیم بوزه صورت رو بیا نانه برو تو هیکل الهی مادر به قربون هیکلت بره الهی نوکرتم ننه مبارکت باشه ننه ناکس انگار سی سالت که جاهل علومه تا خور پسو آدم خیال میکنه فرمون خان جلوش بایستاده بیا بریم بهش نشون بدم باید ببینه پسرش چه قد و بالایی پیدا کرده چی نشونش بده یا بابا بس بابا بیا بس بابا آره به نظرم ننش بالا خونشه ذوقش اجاره داده پسرتو ببین قد و بالاشو ببین تو رو خدا حظ نمی کنی چرا اخ میکنی؟ چرا جواب نمیگی؟ ها میفهمم کجات میسوزه برای اینکه من بالاخره به آرزون رسیدم لا لا هلا لا برو سلقه سر به سرم نزار خوب میکنم خوب میکنم ننه چون تموم شد یا بازم میخوای حرف بزنی نمیای بری پرپری خیلی کار داریم اومدم اومدم باید شما ننه مزار دست علی به همراد خدا نگهداره هی میگفتم میخوام مثل تو بشه هی تو میگفتی نه حالا دیدی چی شد بل خود یک کفری میشم چه بابا چی؟ یالا کل افتی؟ برزم به تا چون خواهد نرا جلا میدم من بیار با این آبروم میره یه تو به خون طرف ها پیدا نشد حرف از منم اسمال کچه هاست نمیدونم حرف بزن اسمال کچه هاست رفته خونه هشمت هشمت دیگه کیه رفیقش اسمال میشنسن من هم نشون دارم بریم الان نشون داریم بابا بابا یه پخ میترسه Let's go.
خیلی خوشحال شدم دیدمت. خیلی وقت سراغ ما نیومدی. گرفتاری تو هزار بدبختی. ولی خب امروز که وقت کردم اومدم. چرا میشینی؟ نه کار داری واسه داری. عجب غلطی کردین. حالا دیگه برای خودم اوستا درست کردم. بابا بذار کمی عشق کنیم دیگه. بعدا میای عشق میکنی پرپسو. اینم اسمال کجاست؟ آقا کی باشه؟ عصبانیست. دعا بشه بده. دو سه روزه ندیدمش. به نظرم سر بساط قمارش باشه. شما بلدی؟ کور شم اگه بلد باشم. ببینم تو خودت نمیخوای اسمال که ببینی؟ پس چادره ده بنداز سرت دنبالی ما را بیافتری. چش ناخونک نرو. حالی که بردش گرفتی؟ بیا بذار سر جاش. مالیده مالیده چیه بی تربیت بفرما سری غذا بدست بلند نشین اینطور که معلومه تمامی نوجوای ارازل اینجا زمانتونی تو ببینم او کیه اون اسمش میتیس ناکست تو تکروی لنگه نداره مرد و نامد براش یکیست هرکس بره تیرسش کارش تمومست میخوای حسابشو برسم؟ نه این بابا خودش دشمنی اسمالیست هر دوتون از یه جوباب میخوری yeah. البته بی سوتا بیا بریم حسین آقا آله بریم هر دو سر قبوله بریدی مینم سلام علیکم حسین آقا سلام ببینم اسم الاغرا نهیدی اسم الاغرا نهیدم ولی آقا مصطفی قمار داره آقا مصطفی خب بگاش کن بهش میگن مصطفی خرگردن خیلی آرا حریفست مشتشم گاب بخورت میخوابه قدشم مثل نوردونی دوزاست کاری با گزدکش هم بد نیست اما بیشتر دستی خالی دعوا میکنه رفیقی جونجونی اسمالیه هی آقا مصطفی چیه؟ اونجا رو بسو چیه؟ حشمت اسماله؟ با اون جوجه فوکولی چی کام میکنه؟ بلند شو بیارش اینجا بینم چش سلام حشمت خانم علیکه سلام این یارو جوجه فوکولی محلمون آقا مصطفی حشمت بیا چش آقا مصطفی کارت داره نکنه آقا اجازه نمیدن آره اینجا عشقش جورتره آقا اجازه نمیدن میگن اینجا عشقش جورتره به زور بیاره شش عطلشو نسقا بگیر افتره درس سیزده رو یاده دونره یالا یعنی فرار الفرار بارو چنار ببینم بارو شدی خوابه برین آقا جون بخوری شارهگشو میزنم برین آقا هر کاری بگی ما کنیم برین آقا اوستا پولا را چراشو مردا آخرش یک کاری دستمون میدهد یارو بشو بی خیلی خوب چرا اینقدر قیل قال میکنی بریم اینا بریم اینا پولا را جمع کن دیگر کن با این هیکلاشو بیمار کن رد تا خرد باید کار کند پول دراره رد به اسمال بگو جوجه فوکولی منتظرته منو پیدا کنه هره آنکه بلی کنه مصطفا باز آوردی خب پهلا خب جوری میخدا کفته الان تو همه شهر پر شده است که مصطفا خرگردن و کنفتش کردی باید اسمالو پیدا کنم اگه یکی دوتا دیگه شر را بندازی یا خودش میاد سراغت نه حسین آقا خیلی دیره بچه هم راست میگه هرچه زودتر بره سراغش بهتره ببینم باجی شما اوستاشین یا من البته شما پس برای چی دخالت میکنی چرا روش کار میکنی بی خودی به چرا حولش میکنی خدا بیاموزان ننم یه خود آتیشش تونده خدا بیاموز این چجور عیالیست که تربیت کرده مگه چش نالوتی دهن تو آب بکش خاندم نداره ها چی تو شد باجی این عکس با من حرف میزنه گاهی وقتا با منم حرف میزنه به این آقا بگو که باور نمی کنه ولکن بابا ننه دونی تو بابات درت اختلاف میکنه الان با من دعوا کرد آهای بیت کجایی اینا سلام بر روی ما هست سکی نجو چرا اینقدر هراسونی پول شدم خوردم زمین از اون گذشته شما ها نشستین که براتون کارت دعوت بیارم از کجاست کی کی ولی شده شیری خانومو امروز عقد میکنن آقا داری میکسان؟ نا
نکنه دیوونه شدی؟ یکی دو روز بود که اسمال زیاد میومد و میرفت، تا اینکه امروز یه مرتبه چند تا طبقکش خونچه عقد آوردن. شیرینم صبح تا حالا داره خودش رو از گریه میکشه. حالا موقعشه، زود باش ننه، برو لباساتو عوض کن، میخوام برم عروستو بیار. خدا بیامرز، این چجور عیالی است که تربیت کرده؟ مگه چش نالوتی دهن تو آب بکش؟ خندم نداره ها. چی تو شد؟ باجی این عکس با من حرف میزنه؟ گاهی وقتا با منم حرف میزنه. به این آقا بگو که باور نمی کنه. ول کن بابا ننه. جونی تو بابات دارت اختلاط میکنه. الان با من دعوا کرد. آهای بیت کجایی اینا؟ سلام. سلام بر روی ماهت سکینه جون. چرا اینقدر هراسونی؟ هول شدم خوردم کنی. از اون گذشته شما ها نشستین که براتون کارت دعوت بیارم. از کجاست؟ کی ولی شده؟ شیرین خانوم امروز عقد میکنن آقا. داری میگی زن؟ نکنه دیوونه شدی؟ یکی دو روز بود که اسمال زیاد میومد و میرفت، تا اینکه امروز یه مرتبه چند تا طبقکش خونچه عقد آوردن. شیرینم صبح تا حالا داره خودش رو از گریه میکشه. حالا موقعشه، زود باش ننه، برو لباساتو عوض کن، میخوام برم عروستو بیارم. اون سه اجازه میدیم برای بچه رو خبر کنم؟ چهار پنج نفر بستم. میتونی توضیح بده چه خبر شده؟ چقدر خنگی، من نهیدی فریدون خان گفت عروسی داریم. بزن بره. خب ننه جون، یه خود بیشتر مواظبه مهمونا باش، نظر آبرومون بره. قربونت مهم باشیم. ولی صبر خانم، عروس داره گریه میکنه. ننه دیگه گریه کردن چیه؟ ناسلامتی دارن شوهرت میدن، نمیخوان تو بکشنه. من از اسمون بدم میاد. همه چی رو برا؟ آره خیالتون راحت باشه، بچه آدم دارم. عزیز شیرین بهشتی، حاضرید شما را به عقد دائم آقای اسمال دوزخیان در بیاورم؟ دوشیز شیرین بهشتی برای بار دوم من برم به اسکالوگا خبر بدم. آره برو برو. خدا جواب بده آبرون را. نه من فریدون رو میخوام. آقا اسمال، آقا اسمال، آقا چیه؟ اسمال کلیه با دار و دستش دارن میان اینجا. الان مادرشو به ازاش میشونم. سرکتون دختر کجا داری میری؟ بچه باید خود هر کدومشون که برنده شد بشی. ولی اونا ممکنه همدیگه رو بکشن. آسمونتون بالت میگشتم، شنیدم خیلی گرد و خاک کردی. حالا دیگه نوبت توه. لاف زدن فایده نداره. گذش اون موقع که میگفتن پیرن یکی 12 تومن است، تو وای سومری جوق، من وای میسم اینوری. فوش بده فوش بسون، حالا پیرن گرون شده است، یکی 48 تومن است. آره کردنی هم نیست. بگرد تا بگردم. بگرد بگرد Yeah.
سعی خودش بخواه از خود را میخواه فریدون چی حاله فریدون رخصه پهلمون این توپوزی ها میبنه اگه خودش بخواه حرفی ندارم چی داری میگی هی درخوار رو تاخ چشم میذاره داد بشه پر الهی که من منم عوض کردم زن بگیر تو دیگه خفه تو هنوز دهنت بوی شیر بده بی تربیت من بارکشون کالا خدا بفاد هم پیرشون کنید بچه ها بریم بیرون بریم بیرون بزنید هم صدوم ها تنها باشن یالا بریم بیرون بریم آنوزا میگم ها تفسیره پنج از درسی 21 میگه گربه رو باید در هدله سر ببرن نه دیگه موسا این حرف همون قدیم بود حالا دیگه حقوق سلامت موسا گربه مربه دیگه مرخ باشه باشه جونم جونم الهی قربون اون حقوق و اضافه حقوقت برم که اسمش هست هنوز باید نگرفتی من رو بلند کنی نه نفهم میدم آخر اون رویه میخواید با پروفسور بودم بلندش میکنم جونم میکنی باشم اینه